بریم سراغ مثال 12 از مبحث انتگرال. قراره در این مثال ما حاصل انتگرال آی مساوی است با انتگرال سینوس ایکس ضرب در کوسینوس سی ایکس دی ایکس رو در واقع حساب بکنیم. قبل از اینکه من بپردازم به حل و روش حل اون، اجازه میخوام دو تا مورد رو با هم ریویو بکنیم. با عنوان ریویو یک، این اتحاد مثلثاتی رو با هم مرور میکنیم که در واقع سینوس آ کوسینوس ب برابر است با 1/2 سینوس آی به علاوه بی به علاوه سینوس چی؟ آی منهای بی. این یه مورد. و با عنوان ریویو دوم، در واقع همونطوری که در مثالهای قبلی هم بارها و بارها ازش استفاده کردیم و بهش اشاره هم کردیم، انتگرال سینوس آی ایکس دی ایکس برابر است با منهای 1/2 چی؟ در واقع کوسینوس آی ایکس. خب برگردیم به مثال خودمون. مثالمون چی بود؟ آی مساوی است با انتگرال سینوس ایکس کوسینوس سی ایکس در واقع دی ایکس. خب اینجا در واقع این حکم آ رو داره، این حکم بی. آی به علاوه بی برابر است با ایکس به علاوه سی ایکس مساوی با 4 ایکس. اوکی؟ آی منهای بی هم برابر است با چی؟ ایکس منهای 2x مساوی است با x منهای 3x برابر است با منهای 2x. بد نیست که من اینجا یه ریویو سوم هم بهش اشاره بکنم که در واقع سینوس منهای x برابر است با منهای سینوس چی؟ x. خب حاصل ما برابر خواهد بود با انتگرال 1/2. میخوام چیکار بکنم؟ از ریویو یک استفاده بکنم. 1/2 سینوس آی به علاوه بی چی شد؟ میشه سینوس 4x به علاوه سینوس در واقع آی منهای بی من هم همونطوری که حساب کردیم منهای 2x میشه سینوس منهای 2x در واقع دی ایکس. خب این 1/2 مقدار کانستنت ولیو هست، میاد پشت انتگرال. اوکی، مساوی است با 1/2 انتگرال، در واقع این رو هم تفکیک بکنم، این تابع F هست، این تابع G هست، مجموع دو تابع انتگرال در تک تک اینها تفکیک خواهد شد. انتگرال سینوس 4x دی ایکس به علاوه چی؟ انتگرال سینوس منهای 2x دی ایکس. خیلی خوب، بیایم بپردازیم به این. خب این رو که ما از ریویو دو، از این در واقع حاصل انتگرال میتونیم بهش برسیم که انتگرال سینوس 4x دی ایکس برابر است با 1/2، البته با علامت منفی، منفی 1/4 کوسینوس آی ایکس 4x. خب این رو که تعیین تکلیف کردیم تمام، بریم سراغ این. برای اینکه به این برسیم من هم میام از ریویو دو استفاده میکنم هم از ریویو سه. به چه شکل؟ به این شکل که انتگرال سینوس منهای 2x دی ایکس برابر است با، از ریویو 3 استفاده میکنم، این منها میاد بیرون سینوس و خب چون منهای 1 هست میاد پشت انتگرال، میشه منفی انتگرال سینوس 2x دی ایکس. و از طرف دیگه میام از ریویو 2 استفاده میکنم، اینجا در واقع آی من برابر با 2 هست، پس میشه منفی 1/2، یه در واقع منفی هم خودش داره، میشه منفی 1 در منفی 1/2. اوکی، کوسینوس آی ایکس کوسینوس 2x و حاصل این میشه چی؟ کوسینوس 2x/2. حالا این در واقع عبارت اول، این حاصل عبارت دوم انتگرال من، و انتگرالم رو به این شکل بازنویسی میکنم. آی مساوی است با 1/2 اولی شد چی؟ منهای کوسینوس 4x/4، دومی هم شد چی؟ به علاوه کوسینوس 2x/2. سادش بکنم، برابر است با منهای کوسینوس 4x/8 به علاوه کوسینوس 2x/4.